در اهواز برخی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد که در اعتراض به 3 ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، حق بیمه معوقه و عدم پرداخت بیمه تکمیلی دست به اعتصاب زده بودند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام بهرامی. در اهواز سرنوشت ده‌ها کارگر بازداشت شده گروه ملی صنعتی فولاد اهواز هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد. این کارگران در اعتراض به 3 ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، حق بیمه معوقه و عدم پرداخت بیمه تکمیلی دست به اعتصاب زده بودند. روز گذشته نیز تعدادی از کارگرانی که در حمایت از دستگیر شدگان مقابل استانداری خوزستان تجمع کرده بودند دستگیر و به اماکن نامعلومی منتقل شدند. اعتراض کارگران فولاد اهواز 3 هفته پیاپی خود را پشت سر می‌گذارد. گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از سال 1390 تا به حال درگیر این وضع است. پس از اون اختلاس 3000 میلیارد تومانی که از این کارخانه مصادره شد و بیشتر از 450000 تن محصول این کارخانه برباد رفت توسط حکومتی‌ها، پروژه خودمانی سازی حکومت در تمام صنایع کوچک و بزرگ این وضعیت رو ایجاد کرده. کماکان کارگرا به اصطلاح حقوق معوقه دارن، مسائل بیمه‌ای دارن و عقب افتادگی حقوق و افزایش و همه اینا در سراسر ایران الان این مشکلات رو دارن که این اعتصابات پیاپی داره رشد میکنه. متاسفانه 30 از کارگران هم که میبینیم دستگیر شدن در صنایع فولاد و این درگیری بین کارگران و حکومت ادامه داره. دامنه اعتراضات کارگری و صنفی در ایران روز به روز گسترده تر میشود. منصور اوساندو فعال کارگری با اشاره به اینکه همینک در بسیاری از بخش‌های صنعتی و خدماتی همچون رانندگان کامیون، تاکسیرانان، صنایع نفت و پتروشیمی و معلمان نیز اعتراضات گسترده‌ای وجود دارد، بر لزوم هماهنگی تشکل‌های کارگری و صنفی تاکید می‌کند. این چشم‌انداز اعتصابات بزرگ سراسری و اعتراضات سراسری رو میده، همراه اعتراضاتی از دیماه شروع شده و تا الان تو شهرها و استانها قطع نشده. پیشنهادی که ما داریم ایجاد یک شورای هماهنگی رهبری هست برای اینکه تمام این اعتصابات و اعتراضات یک کاسه بشه و بتونه به نتایج مطالباتی و بزرگتر خودشون دست پیدا بکنن. مناطق صنعتی کشور بیشترین اعتراضات را به خود می‌بینند که استان خوزستان در اعتراضات اخیر بالاترین میزان تحسن و اعتراض را ثبت کرده است. شهرام بهرامی، صدای آمریکا، واشنگتن.